واتساپ گایز، به کانال دی ام بی خوش اومدیم. خوش اومدیم به دومین اپیزود هانتد. اکثرتون از این سری خیلی استقبال کردیم و ما هم تصمیم گرفتیم رفته رفته اپیزودا رو قشنگتر، باحالتر و خیلی کریپیتر و ترسناکترش بکنیم. قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم حتما برامون کامنت بذارین که میخواین اپیزود بعدی در مورد چی باشه و آیا از این سریال لذت میبرین یا نه. از اونجایی که خیلیاتون ازم خواسته بودین در مورد داستانا و پرونده‌های جنایی و قتل و همچین چیزایی هم حرف بزنم، امروز قراره داستان گروگانگیری رو با هم ببینیم. نمیخوام دیگه خیلی اینترو رو طولش بدم، پس بریم سراغ اپیزود امروزمون. داستان امروزمون داستان یه دختر 11 ساله است که وقتی داشته میرفته سوار اتوبوس مدرسش بشه، گروگان گرفته میشه و به مدت 19 سال دست گروگانگیرش میمونه و بعدش به صورت خیلی شانسی آزاد میشه. جی سی لی دوگارد. بله 19 سال. میدونم داریم با خودتون فکر میکنیم که چطور یه آدم 19 سال میتونه گروگان باشه و نتونه فرار کنه و کلن خیلی داستان خیلی عجیبیه و خودم هم خیلی احساساتی شدم وقتی داشتم در موردش تحقیق میکردم. تو سال 1991 که جی سی 11 سالش بوده با مامان و خواهرش و پدر خوندش یه زندگی معمولی داشتن و تو کالیفرنیا داشتن به خوبی و خوشی زندگی میکردن. جی سی کلاس پنجم بود و داشته وارد دوران نوجوانی میشده و قرار بوده با دخترای مدرسه با هم برن به یه فیلد تریپ که یعنی میرن یه جا کمپ میکنن و یه اردوی مدرسه است انگار. صبح میرسه و قرار میشه جی سی بره مدرسه تا اونجا با بچه‌ها با هم برن اردو یا همون فیلد تریپ. از اونجایی که مامانش دو شیفته کار میکرد و خیلی زن کاری بوده و مجبور بوده خرج خانواده رو در بیاره، اون روز صبح زود از خونه میزنه بیرون و جی سی مجبور میشه اون روز تنهایی بره به اتوبوس مدرسهش برسه. از خونهشون تا اتوبوس مدرسه حدوداً یه تپه رو باید رد میکرده، حدوداً یه ربع اینا راه بوده که باید اونو میرفته و میرسیده به اون باس استیشن یا جایی که اتوبوسا میان و بچه‌ها رو میبرن. مامانش همیشه قبل از اینکه خدافظی کنه صورتش رو میبوسیده، اما اون روز یادش رفته و به مدت 19 سال دیگه نتونسته دخترش رو ببوسه. این یکی از چیزایی که بهمون میگه همیشه قدر آدمایی که دورمون هستن رو بدونیم، چون امکان داره اتفاق بیفته که دیگه نتونی ببینیمشون. تو همون هنگ جی سی داشته عجله میکرده به اتوبوسش برسه و جانمونه، یه ماشین سیاه بزرگ میاد و پنجرش پایین کشیده میشه و یه مرد سرشو میاره بیرون. جی سی همون لحظه با خودش میگه شاید خب خیلی عادی، هیچی به ذهنش نمیرسه، فقط فکر میکنه یه نفری که میخواد ازش آدرس بپرسه. ولی خودش میگه همون لحظه یهو فلج شدم و هیچ احساسی توی پاهام و دستام نداشتم و یهو خوردم زمین و چشام داشت تار میرفت. گروگانگیره که اسمش فیلیپ گاردو بوده به جی سی با یه شوکر برقی حمله کرده و همون لحظه جی سی رو فلج کرده و جی سی نتونسته حتی حرکت کنه. خب چه انتظاری از یه دختر 11 ساله معصوم هست که از خودش بتونه در برابر یه شوکر و یه مرد دفاع کنه؟ گریدو جی سی رو برمی‌داره و میذارتش توی صندلی عقب و جی سی با این که شوک شده بوده و نمیتونسته حرکت کنه ولی میگه که خوب میشنیدم و چشام یکم میدید. خودش میگه آخرین چیزی که دیده قبل از اینکه گروگان گرفته بشه و آزادیشو از دست بده یه میوه کاج بوده و به اون دست زده تا بتونه با اون خود از خودش دفاع کنه، ولی اونقدر ضعیف بوده اون لحظه بدنش که فقط تونسته اون رو لمس کنه و ولش کنه. جی سی میگه وقتی تو ماشین بوده صدای زنم داشته میشنیده که با فیلیپ داشته حرف میزده و فیلیپ بهش میگفته چقدر حس خوبی داره که به یکی بتونی تسلط پیدا کنی و از یکی بتونی قدرتش رو بگیری. چقدر کار خوبی کردیم که این بچه رو دزدیدیم و میتونیم تا آخر عمرمون نگهش داریم و ازش استفاده کنیم. و زنه در جوابش بهش گفته خیلی خوشحالم که این پیشنهاد رو بهت دادم و تونستیم یه نفر رو به این راحتی بگیریمش. خیلی سخته دونستن این که اون زن که اونجا نشسته بوده زن فیلیپ بوده، نانسی گریدو، و یه زن و شوهر معمولی، نه خیلی هم معمولی، یه دختر رو میدوزدن. جی سی گفته اون مسیر روتریپی که رفتن و مسیری که تو ماشین بودن و داشتن رانندگی میکردن خیلی طولانی بوده، بیشتر از 20 ساعت حتی یه روز. گریدو جی سی رو میبره جایی که با خونه اصلی جی سی حدود
دو روز فاصله داشت، یعنی از خونه اصلی جیکسی تو کالیفرنیا و جایی که گروگان گرفته شده حدود دو روز باید رانندگی می شده تا به اونجا رسید. جایی که جیکسی رو بردن اصلا جای خوبی نبوده، خب چه انتظاری از یه گروگان گیر می ده. دیدیم بعضی واگونا هستن که میشه تکونشون داد و حالت یه خونه کوچولو رو دارن. اون حیاتی که اونجا جیسی رو زندانی کردن و جیسی سالها تو اونجا مونده چند تا از اون واگونا داشته و یه خونه اصلی بوده که گوریدور زنش اونجا میموندن. شب با خودتون بگین خب کسی ندیده جیسی رو، کسی صداشو نشنیده و این همه سال چطور گذشته؟ اینا رو براتون تعریف میکنم، ولی جالبه بدونی جایی که اینا بودن حاشیه شهر بوده و کسی با کسی کار نداشته، پس امکانش نفر از یه محدود خارج نشه. اینم یه همچین چیزی داشته که پلیسا بفهمن بیشترین فعالیتش کجاست، کجاها میره، چی کارا میکنه، تا اینکه اگه یه چیز مشکوکی دیدن باز دستگیرش کنه. پس این آدم یه آدم معمولی نبوده و بعید نیست که این کار ازش سر زده. داستان از این قرار بوده که چون فیلیپ یه مریض جنسی بوده، نانسی یعنی خانومش بهش اجازه میده یه بچه یا یه دختر رو گروگان بگیره و ازش استفاده جنسی کنه. حالا بریم سراغ جیسی. بعد از اینکه فیلیپ جیسی رو میاره خونه، نانسی در کار نیست و حدود 3 سال جیسی اصلا نانسی رو نمیبینه. جیسی میگه وقتی که من آورد خونه چشامو بست و لباسای صورتیمو که واسه فیلد تریپ هم پوشیده بودم که خیلی خوشگل‌تر باشم و با دخترها خوش بگذره، در آورد و منو لختم کرد. لختش کرده، دختر 11 ساله رو لختش کرده. تنها چیزی که جیسی تونسته نگه داره با خودش از جایی که زندگی میکرده انگشتر پروانش بوده که تونسته تمام این 19 ساله اونو از چشم فیلیپ دور نگه داره و با خودش نگه داره. جیسی میگه چشام همچنین بسته بود و منو برد به یه اتاق که یکی از اون واگوناست که ساوند پروف بوده، یعنی هیچ صدایی از اونجا نمیرفته بیرون و یه آکوستیک خاصی داشته که اگه جیسی دادم بزنه هیچ صدایی ازش نره بیرون. جیسی میگه ته واگن یه پتو بوده که تا یه مدت رو اون فقط دراز میکشیده و همیشه چشمش بسته بوده و فقط صداها رو میشنیده. قبل از اینکه جیسی رو گروگان بگیرن، جیسی با مامانش هر شب به ماه نگاه میکردم و خودش میگه ماه کامل نماد من بود و قرص ماه نماد مامانم. و همیشه به ماه با هم نگاه می کردیم و برام یه آهنگ می خون. میگه تنها چیزی که میتونستم بهش فکر کنم اون روز مامانم بود و اینکه میخواستم دوباره ببینمش. جیسی اونقدر پاک و مظلوم بوده و چیزی از دنیا نمیتونسته، اولین حرفی که به فیلیپ زده این بوده که خانواده من فقیرن و نمیتونم پولی که تو ازشون میخوای و برات تامین کنم. تو مستندی که جیسی همه این داستانا رو تعریف میکنه واسه تلویزیون و تو تلویزیون آمریکایی مستند رو پخش کردن، میگه که من تو اون زمان هیچ چیزی در مورد رابطه جنسی، تجاوز و این چیزا نمیدونستم و هیچ ایده و عقیده‌ای در مورد این چیزا نداشتم. این ور داستان مادر جیسی که منتظر بچهش بوده برگرده و خیلی استرس داشته و داشته سکته میکرده، شروع میکنه به پلیس زنگ زدن، همه جا رو گشتن، حتی دوستای مدرسه جیسی براش پوستر درست میکنن، براش انرژی میفرستن که جیسی پیدا بشه. تمام این 19 سال مامان جیسی هیچ وقت ناامید نمیشه و همیشه دنبال جیسی میگشته، ولی مشکل این بوده که جیسی خودش اونقدر بچه بوده نمیتونسته حتی بعد از اینکه بزرگ بشه جرأت اینو داشته باشه که حتی فرار کنه. روزی که فیلیپ به جیسی تجاوز میکنه، براش میلک شیک میخره، برای اولین بار یه ریوارد، یه جایزه براش میخره که این همه مدت اونجا دراز کشیده بوده. و خب جیسی هیچ وقت اون میلک شیک رو نمیخوره، فقط بهش نگاه میکنه و میگه تنها چیزی که وقتی داشت اون اتفاقا برام میافتاد میدیدم این بود که مورچه ها داشتن به طرف میلک شیکی که دست نزده بوده میرفتن و من داشتم فقط اون صحنه رو میدیدم. رفته رفته که زمان میگذشته، فیلیپ به جیسی یه آزادی هایی میداده، مثلا براش غذا میآورده، فسود میآورده یا براش بعضی عروسک ها میخریده که میتونسته سیف باهاشون بازی کنه. مسئله که در مورد گروگانگیری خیلی افتضاحه و خیلی از گروگان ها سر اون نمیتونن فرار کنن یا آخرش به قتل میرسن یا میمیرن، و اینه که سندرومه که وقتی یه نفر گروگان گرفته میشه یه وابستگی عجیبی به کسی که گروگان گرفتتش پیدا میکنه و پیشش احساس امنیت میکنه و فکر میکنه اون تنها کسیه که میتونه باش وقتشو بگذرونه. میدونم عجیبه، ولی خیلی غمناکه و خیلی
واقعیه و این اتفاق افتاده و یکی از دلایلی که جیسی هیچ وقت فرار نکرده این بوده که نمیدونسته اگه فرار کنه باید چی کار کنه و نمیتونسته دل بکنه. خودش میگه وقتی فیلیپ در رو باز میکرده و میومده تو هیچ وقت نمیترسیده و یه احساس آرامش داشته. بعد یه مدت فیلیپ به جیسی اجازه میده که بره اتاقای دیگه و از اون واگن بیاد بیرون و چون فیلیپ مریضی روانی داشته فکر میکرده که شیاطین میتونن باهاش حرف بزنن و جیسی رو وادار میکرده که به صدایی که اون میشنوه گوش کنه. 3 سال همینطوری میگذره. 3 سال، میفهمی چی میگم؟ حتی یه روزش هم خیلی زیاده. 3 سال. 3 سال میگذره و فیلیپ بهش میگه که میخوام تو رو با یه نفر آشنا کنم که اون یه نفر نانسی بوده. میگه اونقدر وابستگی به اون محل زیاد بوده که میخواستم نانسی رو تحت تاثیر قرار بدم و نانسی از من خوشش بیاد، چون میدونسته که اگه نانسی ازش خوشش نیاد فیلیپ قرار مجازاتش کنه و قرار نیست براش خوب بگذره اون دوران. نانسی میاد به زندگی اونا وارد میشه و هر روز با هم زندگی میکنن، با تفاوت این که فیلیپ و نانسی تو خونه اصلی زندگی میکردن و جیسی از واگن اومده بود به یه انباری و هر روز یه بار فقط قفل اون در رو باز میکردن، براش غذا میآوردن. فیلیپ بهش گفته بوده که بیرون حصار سگهای دوبرمن هستن و اگه فرار کنی اونا تو رو میگیرن و اگه اونا هم تو رو نگرفتن نمیتونی از اونجا فرار کنی، چون اینجا اونقدر متروکه است و دوره از شهر که تو نمیتونی حتی کجا بری، چون شما فرض کنین 11 سالتونه و کلن گروگان گرفته میشین و 20 سال دیگه دنیا رو نمیبینین. طی اون 20 سال همون افکارات و همون اطلاعات 11 سالگی رو دارین، نمیدونین بیرون چه شکلیه، نمیدونین آدم ها چی کارا میکنن. نانسی و فیلیپ واسه جیسی چند تا گربه میخرن تو طی دوران که هی گربه ها ناپدید میشن، انگار بهش یه شادی و ذوق میدن بعد اون ذوق رو ازش میگیرن. گربه آخرش که اون از همه بیشتر دوست داشته بیشتر از همه زنده مونده و جیسی تو نامه هاش نوشته که این گربه همدم منه و امید زندگیم شده. نمیدونم اگه گربم نبود چطور میتونستم زندگی کنم، که بعد یه مدت گربه هم ناپدید میشه. جیسی زیر اولین نامش یا اولین خاطرش اسمشو مینویسه و وقتی فیلیپ اونو میبینه پارش میکنه و اون آخرین باری بوده که جیسی اسمشو جایی نوشته یا بلند گفت. یکی از موضوعهای این پرونده این بوده که فیلیپ به جیسی اجازه نداده به مدت 19 سال اسمشو به کسی بگه یا جایی بنویسه. یه مدت میگذره و فیلیپ و نانسی به جیسی خیلی میرسن و براش خیلی غذا میگیرن، تا اینکه یه روز بهش میگن که جیسی تو بارداری. وقتی جیسی باردار بوده 13 سالش بوده و خب همون مایندست ذهنیت 11 سالگی رو داشته، حتی نمیدونسته دنیای واقعی چطوریه، چه برسه این که چطور زایمان میکنن، چطور به بچه میرسن. فیلیپ براش یه سری فیلم میگیره که توش خانم زایمان میکنه و جیسی از روی فیلم یاد میگیره که چطور بچهشو به دنیا بیاره و ازش مراقبت کنه. جیسی میگه اون روزی که کانترکشن یا همون حسی که احساس میکنید دیگه وقتشه بچه به دنیا میاد و احساس کردم تنها بودم، که حدود 12 ساعت یا بیشتر درد میکشه، چون خودش نمیدونسته چطور این کار بکنه، تا اینکه فیلیپ اومده و بچه رو بچه اولش که به دنیا اومده. جیسی میگه که یه امید تازه به زندگی پیدا کردم و یه دلیل واسه زندگیم پیدا کردم که این روزا رو تحمل کنم. یه مدت دیگه میگذره و جیسی 4 سال بعد تو 17 سالگیش باز باردار میشه و بچه دومم به دنیا میاد. شما فرض کنین خودتونم گروگان گرفته شدین و 2 تا بچه هم دارین. بعد یه مدت فیلیپ یه حصار بلند میزنه دور حیات که کسی نتونه تو رو ببینه و یه تند یه چادر به جیسی میده که بتونه تو حیات چادر کنه و بچه‌هاش اونجا بزرگ کنه و انگار یه خونه مختص خودشون به جیسی میده. دقت داشته باشین که اول ویدیو بهتون گفتم هر سال یه بار یه پلیس میومده و کل خونه فیلیپو میگشته و جالب اینجاست این 19 سال که این اتفاق افتاده هیچ پلیسی شک نکرده که این دختر با 2 تا بچه یا خودش تنهایی تو این خونه چیکار میکنه و هیچ گزارشی به هیچ جا نداده. که یکی از دلایلی که جیسی فرار نکردم همینه، اینکه پلیسای اومدن اونو دیدن و بدون که اهمیت بدن رفتن و به خودش میگه که با خودم گفتم شاید اصلا برای هیچ کی مهم نیستم و شاید اگه برگردم با 2 تا بچه مامانم هم منو قبول نکنه، پس چه بهتر که همینجا بمونم و بچه‌هامو بزرگ کنم. مدت‌ها اینطور گذشته و
جیسی به جایی رسیده که کامل ناامید شده از فرار کردن و دیگه هیچ حسی به غیر از اینکه بچه‌هاشو بزرگ کنه نداشت. تا اینکه دوران سخت شده و نانسی حالش بد شده، به خاطر اینکه نانسی حالش بهتر بشه، فیلیپ بچه‌ها رو به زور از جیسی میکنه و بهشون میگه که از این به بعد باید نانسی رو مادر صدا کنین و وقتی بزرگ شدن یادشون میره که جیسی مادر اصلیشونه و بهشون میگیم که جیسی خواهرشونه. یه پلیس و یه ایجنت که مسئولیت فیلیپ اون سال داشتن متوجه یه چیزی میشن که فیلیپ بیشتر تو خونش فعالیت نداره و بیشتر توی بکیارد و تو حیات پشتی داره فعالیت میکنه و متوجه شدن وقتی میرن تو خونه سه نفر هستن که هیچ ربطی به فیلیپ و نانسی ندارن، هیچ سوالی رو جواب نمیدن. این دوتا افسر که خانومم بودن تصمیم میگیرن که تحقیق کنن و بفهمن که قضیه از چه قراره. میتونست این قضیه درست باشه، این شک تو ذهنشون میتونست غلط باشه، ولی این دوتا افسر خیلی جدی قضیه رو گرفتن برای اولین بار پس از 19 سال که خب تقریبا جیسی 29-30 سالش بوده. جیسی به مجری تو مستند گفته آخرین روزی که گروگان بودم داشتم به این فکر میکردم که کاش فقط بچه‌هامو بردارم و برم، که میگه همون لحظه یه حسی به من گفت که به ماه نگاه کن. وقتی به ماه نگاه کرده بعد از مدت‌ها 19 سال ماه کامل رو دیده و یهوی امید به دلش افتاده، امید مامانش، امید آزادی، امید فرار. و بعدن تو مستند مامانش میگه همون روز منم داشتم به ماه نگاه میکردم که یهو یه حس خیلی عصبی گرفتم و گفتم جیسی تو کجایی آخه؟ کجا میتونی باشی که من باید پیدات کنم؟ چی کار کردم که نکردم؟ چرا پیدات نمیشه؟ و شانسن فردای اون روز همون پلیسان میرن و به خونه فیلیپ گوریدا سر میزنن و جیسی رو میبینن. افسر پلیس از جیسی میپرسه که اسم چیه و جیسی اسمشو نمیگه و هی اصرار میکنه که نمیتونم بگم، برام امن نیست که بگم. و همون لحظه افسر میگه که من شما رو باید دستگیر کنم همتون رو و ببرمتون و ازتون بازجویی کنم. باز تو بازجویی زود از جیسی میپرسن که اسم چیه و جیسی هی میگه که نمیتونم بگم، چون فکر میکرده که باز قراره برگرده به اون خونه و پیش فیلیپ و زنش و باز مورد اذیت و آزار قرار بگیره. ولی بعد اصرارای زیادی افسر پلیس میگه که نمیتونم تلفظش کنم چون این اسم 19 ساله که نگفتم و حتی از تلفظشم میترسم، ولی میتونم براتون بنویسم. همون لحظه اسمشو مینویسه، جیسی دوگارد، و پلیس میره تحقیق میکنه و میفهمه که این بچه 19 سال پیش به اسم جیسی دوگارد گم شده تو کالیفرنیا و همچنان پیدا نشده و اونجا پرونده حل میشه. همون لحظه افسر بهش میگه که میتونی مادرتو ببینی. جیسی حتی باورش هم نمیشه که آزاد شده و هی میپرسه که واقعا شوخی میکنیم؟ واقعا میتونم مادرمو ببینم؟ جیسی میگه اون روز اونقدر خوشحال بودن و اونقدر ذوق داشتن واسه اینکه قرار زندگی کنیم از این به بعد و قراره برگرده پیش مادرش، نتونسته بخوابه و بچه‌هاش هم بلند کرده و بهشون گفته که خیلی خوشحالم، نمیتونم بخوابم. بعد اون میشه گفت که به خوبی و خوشی زندگی میکنن. جیسی یک کتاب مینویسه به اسم A Stolen Life، یعنی زندگی دزدیده شده. معنی اینه که 19 سال فیلیپ به جیسی اجازه نداده خودش باشه و زندگیشو دزدیده. جیسی رو از اینکه جیسی دوگارد باشه دزدیده و دورش کرده. این کتابو نوشته برای آدمایی که توی موقعیت قرار میگیرن و اونا هم بهشون تجاوز میشه و مورد همچین حمله هایی قرار میگیرن و همچین سختی‌هایی رو تو زندگیشون می‌گذرونن. این کتاب رو برای اونا می‌نویسه تا بتونن با مشکلاتشون بهتر کنار بیان و همیشه امید داشته باشن. از این داستان میشه خیلی نتیجه گرفت، مثل اینکه هیچ وقت امیدمون رو از دست ندیم. پس سعی کنین از تک تک لحظه‌های زندگیتون لذت ببرین و لطفاً مواظب باشین، به غریبه ها اعتماد نکنین. اینم از قسمت دوم هانتد، امیدوارم خوشتون اومده باشه. حتما برامون کامنت بذارین که اینطور داستانای جنایی رو آیا دوست دارین. اگه دوست دارین براتون حتما باز بذارم. و دیگه چه موضوع خفن دیگه ای هست که میخواین در موردش حرف بزنم؟ مرسی که تا آخر ویدیو با من دیدین، کانال ما رو سابسکرایب کردین و لایک و کامنت گذاشتین. خیلی دوستتون داریم. تا یه ویدیو دیگه، خداحافظ. Thank you.